شاروالی کابل به عنوان بزرگترین نهاد خدماتی و عملیاتی و همچنان به عنوان عضو برجسته اجرایی جلسات 6:30 صبح همواره در تلاش است تا در تمام برنامه‌ها و استراتژی‌های نظم و توسعه شهری نظریات و دیدگاه‌های شهروندان را تمثیل نموده و از آنها بهره بگیرد. در هفته گذشته 38 مطلب در راستای تطبیق نظم شهری در فیسبوک شاروالی کابل به نشر رسیده است. مطالب یاد شده به شکل مجموعی مورد پسند بیش از 94 هزار نفر قرار گرفته است و بیش از 2700 نفر مطالب یاد شده را بازنشر یا شیر نمودند. در این حال بیش از 3400 نفر ابراز نظر نمودند که از مجموع دیدگاه های ارائه شده 73.6% شهروندان حمایت خود را از برنامه های شاروالی کابل ارائه نمودند. 4.2% مخالفت خود را اعلان نمودند که بیش از 35% مخالفت کنندگان دارای حساب های فیسبوک با نام های مستعار بودند. 2% نظر دهندگان دست به رکیک گویی زدند که بیش از 40% رکیک گویان دارای حساب های فیسبوک با نام های مستعار بودند و 20.2% نظر دهندگان دارای تبصره های پیشنهادی در مورد اقدامات این هفته شاروالی کابل بودند. اکثریت تبصره های پیشنهادی قرار ذیل هستند. تعداد زیادی از شهروندان خانه برداشتن جمع های داخل کوچه ها شدند و به گفته آنان این جمع ها برای دزدی از شهروندان متوقع می گردد. بعد از ارائه گزارش از چندین انتخابات گذر از طرف شاروالی کابل در کنار مثبت بودن نظر دیگر نهادهای ناظر 90% دیدگاه ارائه شده در مورد انتخابات وکلای گذر مثبت بوده است. در این هفته نیز از آلودگی هوا شکایت خاصی وجود نداشت. بیش از 250 نظر دهنده از وضعیت فعلی سرک مقابل پکتیا مارکت ابراز نگرانی کردند و خواهان نظارت جدی از این منطقه هستند تا دوباره توسط دستفروشان غصب نگردد. بیش از 200 نظر دهنده از موقعیت‌های مختلف ایستگاه‌های تاکسی خصوصاً در سر زیرزمینی، کوته سنگی و دیگر ایستگاه‌ها شکایت نمودند که تاکسی‌ها چندین قطار به شکل موازی برای گرفتن مسافر پارک می‌کنند و باعث ازدحام می‌گردد. تعدادی پیشنهاد کردند که ایستگاه‌های تاکسی‌ها از محلات مزدحم انتقال داده شود. بیش از 150 نظر دهنده خواهان عملی شدن پلان‌های نظم شهری در ساحات کشتمن مارکت، چوک مزاری، پل سوخته، چوک کمپانی و دیگر ساحات مستهم شدند. در همین مدت 37 شکایت از طریق اپلیکیشن موبایل شاروالی کابل دریافت شده است که در اسرع وقت برای حل آنها اقدام صورت می‌گیرد. شاروالی کابل همواره در صدد استفاده از دیدگاه شهروندان در تدوین برنامه های توسعه و نظم شهری در پرتو قوانین نافذه کشور است تا با همکاری شهروندان گامی در راستای ارتقای فرهنگ شهرنشینی و نظم شهری برداشته شود. شهروندان مسئولیت پذیر مالک شهر زیبا، منظم و قانونمند خواهد بود.